همه کشورها وقتی میتونن شعارهاشون منطقی باشه که به یک توازن قدرت با یک کشور دیگه رسیده باشن. اتفاقی که باید بیفته اینه که شما دارای این توان تاثیرگذاری باشید. اگه نباشید هر مذاکره ای این حرف آقای شریعت مداری رو من قبول دارم، اگر دارای این پتانسیل از درون نباشید، دارای این توانایی ملی نباشید، دارای اجماع ملی نباشید، یک فهم مشترکی از منافع ملی نداشته باشید، بله پای میز مذاکره میخورنت، ولی قرار نیست پای میز مذاکره بریم که ما رو بخورن، قرار پای میز مذاکره بریم که زندگی مردم رو راحت تر کنیم. این اتفاقی نیفته که داره میفته تو خیابونای تهران. به جای زندان اوینی که آقای احمدی نژاد میخواد بره بازار تهران ببینه چه خبره، بره تو بیمارستانا ببینه چه خبره، اونجا رو بازدید کنه. من ببخشید، ببینید در مورد این که ما همینطوری شعار بدیم بعدم از مردم هزینه کنیم بگیم خب ما پای هیچ میز مذاکره ای نمیریم، خب آخه این از کجا شما در میارید؟ من میگم بابا تمام این صحبت هایی که از اول انقلاب شده تا حالا مقید و مشروط بوده. شما نمیتونید بگید اساس مذاکره برای این است که فلان. من براتون کد دادم بعد از قطعنامه 598 بین دولت ایران و دولت عراق مذاکره شد، ما بر اساس مذاکرات امتیاز گرفتیم. مذاکره به این مفهوم نیست. اگرم فکر میکنید که امریکا یک قولی است، یک هیولایی است، این امریکا حراسی باعث میشه که ما اصلا قدمی بر نداریم آچمز بشینیم، این چه وضعیه برای مملکت داریم ایجاد میکنیم؟ شما باید این اعتماد و این اطمینان رو به کارشناساتون، به دیپلماتاتون بشینه بدید تا اونها بررسی کنن ببینن چه راههایی میشه امتیاز گرفت از امریکا و چقدر منافع کشور رو تأمین و تضمین کرد. اونها قطعا همینطوری دو دستی به شما نمیدن. اونا از ما خوششون نمیاد، از انقلاب خوششون نمیاد، همون زمانم هم دلشون میخواد شاه برگرده. الان مگه بتونن؟ بله این حرف آقای رنجبران، اگه بتونن یک دولت طرفدار غرب ایجاد کنن شکی نیست، ولی قرار نیست که بنده حاکم قطر و بحرین و عربستان و ترکیه و عراق و انگلیس و فرانسه و همه رو کنار هم بذارم بگم شما دشمن مایی. آقا چرا باید این تصور رو ایجاد بکنیم؟ یکم اجازه بدیم که نفس بکشیم. خود جناب علی آقای شریعت مداری بحرین رو یه چیزی نوشتید که بعد بحران ایجاد کرد تو رابطه ایران و بحرین. بحرین جزء سرزمین ایران، شما به چه حقی اینو می‌نویسید؟ بنده اعتقاد دارم که بحرین یک زمانی متعلق به ایران بوده. ما حق نداریم وقتی یک کشوری یک نظامی مستقر، دیپلماسی داره، رهبر داره، قانون اساسی داره، شورای نگهبان داره، بشینیم هر چی می‌خوایم بگیم بعدم بحران ایجاد کنیم وزیر خارجه پاشه بره اونجا. به نظر من بعضی از این حرفا اگه آقای جلنجبران این جلسه میخواد ادامه پیدا کنه بنده تا نماز صبح در خدمتونم، اگه نه خواهش میکنم یک جلسه دیگه بذارید با آقای. من حرفای زیادی دارم، باید بشینیم ما سنگامونو وا بکنیم. این نسل جوونی که الان به من و شما و آقای شریعت مداری مشکوک نگاه میکنه، وقتی منو میبینه میگه شما چرا رفتی سفارت امریکا رو گرفتید که زندگی ما اینطوری بشه؟ من باید برای او ثابت کنم که اگر این کار نمیشد مملکت شما بدبخت‌تر میشد. اگر این کار بشود چه اتفاقاتی میفته، مثبت یا منفی؟ ما باید رو واقعیات حرف بزنیم. مذاکره کلن بگیم بد است، همون تبر این بینش ادعای جان ناپلئونیه. همه دنیا رو امریکا صهیونیست‌ها گرفتن، اصلا نمیشه نزدیک امریکا باشه شد. ببخشید من یه سوال دیگه داشتم از آقای عطاری رو بدم خدمت شما. من ببینید موضوعات زیادی مطرح شده، شما یه وقت بذارید من سلام از آقای عطاری گفتم همین خدمت شما برای گام آخر. آقای عطاری الان در آمریکا صحبت از گزینه‌های پیشرو در مقابله با ایران هست که آمریکایی‌ها چه کار با ما می‌خوان بکنن. سه تا گزینه عمده مطرح هست، که اینکه پذیرش ایران هسته ای و کنار اومدن با اون، یکی پذیرش ایران داره توانایی غنی‌سازی محدود، و یکی هم حمله محدود برخی از تأسیسات ما، تأسیسات اتمی، و برای جلوگیری از قدرتمندتر شدن ما تو این عرصه. به نظر شما آمریکا کدوم می‌تونه این گزینه ها؟ اولا تبریک بهت میگم آقای رنجبران در اینکه سوالایی رو که انتخاب می‌کنی فوق‌العاده به حساب انضمامی و چیز قابل لمسه. این خیلی کار خوبیه و این برنامه اگه بره به این سمت، بله در این که امریکا کدومی که از این، اولا گزینه این که میگن رومیز هست گزینه، اینا شوخیه. حمله نظامی به این کشور امکان پذیر نیست، یعنی حمله نظامی جز این که ملت رو متحد بکنه هیچ اثر، خود اونا میدونن که چه آثاری داره این حمله نظامی. اما گزینه اینی که دارن میگن بخشش امریکا داره تبلیغ میکنه به خاطر اینکه نظر یهودی‌ها و صهیونیست‌ها رو جذب کنه، ولی به نظر من دموکرات‌ها و اوباما گزینه روی میزش طبعا گزینه‌ایه که به سمت مذاکره میره برعکس رامنی. البته من میگم در فاصله انتخابات امریکا تا انتخابات سال 92 اتفاق خاصی شاید نیفته، چون اونها وقتی میخوان مذاکره کنن که تکلیف دولت آینده مشخص تر شده باشه. اما به نظر من امریکا به این سمت خواهد رفت اگه شما یه مقداری با مدیریت کنید، مدیریت در حقیقت
این مذاکرات صورت بگیره، به سمت اینکه بپذیرن صلاحیت‌های هسته‌ای کشور رو تا یک درصدی از غنی‌سازی. درسته یه زمانی میگفتن که ما اصلا غنی‌سازی رو قبول نداریم، باید تعطیل بشود، باید فلان بشود، ولی بالاخره دیدید که کوتاه اومدن. درسته من میگم دنبال امتیازگیری هن، اصلا میز بین المللی اینطوری نیست که از اولش بیان عاشق چشم ابروی ما باشن و بخوان هی بهمون امتیاز بدن. باید شرایطی پیش بیاد. به نظر من بین این گزینه‌ها گزینه واقع بینانه‌ترش اینه که افکار عمومی امریکا چگونه هدایت کنه رئیس جمهور بعدیش رو و چگونه اون رو در رابطه با اقتصاد خودش ببینه. برای مردم امریکا مسئله غنی‌سازی ایران به نظر من اصلا مهم نیست. اینی که 47 مرتبه اسم ایران توی مناظره رامنی و اوباما برده بشه، این برای مردم امریکا مهم نیست. برای مردم امریکا فقط مهم اینه که چه رابطه‌ای بین این انرژی هسته‌ای ایران و دعوایی که اینا با ایران دارن با زندگی و معیشت روزمره‌شون هست. و به این دلیل هست که اگر ما بتونیم رو افکار عمومی امریکا و دنیا کار بکنیم و جلوی اجماع جهانی رو بگیریم، میتونیم به امتیازات هسته‌ای بهتر هم دست پیدا کنیم. خب ما سه بار زمانمون تمدید شد. اول دیگه آخرین باری که شما لطف کردن و زمان دادن 10 دقیقه دیگه دادن مدیر شبکه. عرضم حضورتون که از این 10 دقیقه 5 دقیقه برای شماست، 5 دقیقه برای اصلا در خدمت شما هستم. بله ببینید، من فکر میکنم که بهتر موضوع روی بستر اصلی خودش بره. ببین آقای اصغرزاده میگن که ما بایستی در حالی که قدرت بالایی داریم در اون حال وارد مذاکره بشیم، یعنی از توان و موضع بالا. خب ببینید اتفاقا بحث الان بر سر همینه. دوستانی که پیشنهاد میکنن که ما کوتاه بیایم. ببینید بحث بر سر اینه، میگن و چون به گردش نمیرسی برگرد. ما میگیم نه، ما توان و قدرت داریم به عنوان اگر قرار باشه که روزی بحث بر سر مذاکره باشه دیگه، نباید طرف مقابل برای ما شرط بذاره. اونا برای ما شرط میذارن، اونا نتیجه مذاکره رو از قبل تعیین میکنن. اینا که توی اخبار و گزارش‌های خود اونا هست. چرا شما، من عذر میخوام، یه موقع است که شما آرزوها و خواستهای خودتون رو میگید، یه موقع است که مستندات موجود رو میگید. واقعیت موجود اینه که اونا دنبال مذاکره با شرط تعیین نتیجه نهایی هستن. شما بفرمایید که مثال بزنید، میگید مگه ما با عراق مذاکره نکنیم؟ میگه الان بحث مذاکره با عراقه. چی گفت ما با عراق مذاکره نکنیم؟ اصلا بحث اون نیست، بحث مذاکره با عراق نیستش که. اینم که میفرمایید روی افکار عمومی آمریکا اثر بذاریم، من به نظرم میاد که اینا شعارهای خوبیه، ولی مصداق بیرونیشو ببینید. آیا شما جنبش وال استریت رو قبول دارید؟ چه جنبشی هست دیگه؟ آیا قبول داری که اونا شعار اصلیشون نفی نظام سرمایه داریه؟ نه. بله. اینا از کجا در آوردی؟ شعار خودشونه. هیچ کدومشون نمیگن نظام سقوط کنه. میگن بابا چرا این کنم آقای عزیز. بنویسید. نگید نمیگن نظام سقوط کنه. میگن ما نظام سرمایه داری. میگن باید نظام سرمایه داری برچیده بشه. این شعارشونه. نه. ببینید. آقا اینا تابلوشونه. کسی ترجمه نمی کنه. اینا عین مطالبی هستش که اتفاقا خودشون مطرح میکنن. همین صدا سیمای ما تابلو، شما مگه تا پلاکارد اینا رو ترجمه میکنید؟ این که دشمن اصلی ما کاپیتالیسم است رو مگه شما ترجمه میکنید؟ این که ما 99% این به حاضر نیستیم، نه مال 40 سال، مال همین یک سال قبل. من جواب شما مگه نمیگم مال، مگه شعار ما یک ده حاضر نیستیم زیر بار حاکمیت 1% بریم، مگه مال اونا نیست؟ ببینید من تعجب میکنم آقای اصغرزاده. یه نکته ای رو برای شما بگم، همین آقای برژینسکی که الان صحبتش درست، همین آقای برژینسکی در روز 29 می 2011، شما میتونید نظر این نکته ای رو که من عرض میکنم برید روی سایت دویچه وله، خب در اون تاریخ میبینید، یعنی شما 27 برید، چون روز 27 دویچه وله نقل کرده، جای دیگه هم نقل کرده. همین آقای برژینسکی در اجلاس آتلانتیک، اجلاس آتلانتیک اجلاسی هستی که مربوط به دو سوی اقیانوس آتلانتیک آمریکا و کشور اروپایی، اونجا ببینید چی میگه. این نکته ای رو که دویچه وله نقل میکنه، میگه کدام احمقی
آمریکای ابرقدرت 2001 رو از بلندای 2001 به دره کنونی کشانده است. بعد میگه دموکرات‌های احمق یا جمهوری خواهان دیوانه، بعد در ادامهش میگه که نقد تحولاتی که در منطقه هست نشون میده که ما به یک پیچ بزرگ رسیدیم، بعد تأکید میکنه که من نقش ایران رو برجسته میبینم، من بهتر از قول حالا حرف میگید که این ترجمه میکنه اون ترجمه، بذار اینا رو براتون بخونم، اجازه بدید من این نکترم بخونم، من سعی میکنم. ببینید این عینه، این عینه ترجمه شده متن ترجمه شده آقای اظهارات آقای بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکاست، اینم در دسامبر البته 2011 است. ببینید چی میگه، من تیپای اولش میگم. دفعه قبل که کنار این تریبون ایستادم درباره ایران هستی هشدار دادم. اکنون زمان گذشته و لولا و محور تاریخ ممکن است بر روی ممکن است به زودی چرخش پیدا کند. ببینید تعابی چون عین خودش نخواستم عین ترجمه است. امروز از تنگه خیبر، آیا از قضا شما که میفرمایید باید تأثیر گذار باشید، امروز از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبل و طارق در مراکش تحول و دیگرگونی عظیمی در حال وقوع است. این ارتعاش و نوسان که به زلزله شبیه است کشورها را متلاطم و دولتها را متلاشی کرده است و همه ما همچنان شاهد ادامه این نوسانات هستیم. اینا تأثیر نیست؟ صحنه های استثنایی در تونس و قاهره خاطرات برلن و پراگ 1989 را زنده نمی کند. یعنی اشارهش به فروپاشی شوروی و فروپاشی ریختن دیوار برلین برداشت نمی کند. که اگر چنین بود خوشایند بود. امروز شاهد ماجرای 1979 ایران هستیم. باید قبول کنیم نیروی قدرتمندی وجود دارد که با الگوی مورد نظر ما مخالف است. در رأس این نیروهای قدرتمند ایران قرار دارد و دیدگاه خود را به جهان به منطقه تزریق کرده است. ببینید آقا چی شما میگید تأثیر، من میگم خود شعار ندیم، ببین تأثیر ببینید. آقا این انقلابای منطقه سه تا ویژگی داره: یک اسلامیه، دو ضد استکباریه، سومی که مردمیه. غیر از اینه بله. این سه تا ویژگی انقلاب اسلامیه. من 10 تا ویژگی براتون، این سه تا ویژگی انقلاب اسلامیه. بنابراین برای اینکه میفرمایید تأثیر نداشته، چرا این تأثیر داشته؟ خب آیه تفضل ببینید آیه رنجبران، من معتقد به استراتژی جودو هستم، خودم جودو کار بودم زمان دانشجویی، یعنی باید حریف قدرتمند رو مقابلش اینقدر تحرک داشته باشی که یک سیبل به حساب نیایی، پر تحرک باشی و او رو از تعادل خارج بکنی. یک زمانی پیش اومد که خانم مادلین آربرایت وزیر خارجه آقای کلینتون رسما از ایران عذرخواهی کرد در یک جلسه ای، و ما در اون موقعیت فرصت طلایی پیدا کردیم که وقتی اون میگه ما در امور داخلی ایران مداخله کردیم امتیاز بگیریم. اونجا زمانی بود که قابل استفاده بود. 11 سپتامبر که اتفاق افتاد برای امریکا فرصت مناسبی بود برای ما که ما هم نسبت به اون و مبارزه با تروریسم همپای امریکا باشیم. اتفاقی که افتاد در و در حقیقت ترومای ملت چیز ایجاد شد، یعنی شوک ایجاد شد برای ملت امریکا و بعد مجبور شد این انرژی توسط لشکرکشی به عراق و افغانستان خالی بشه. به نظر من ما در مورد این که بتوانیم امتیاز بگیریم، بتونیم پای میز مذاکره بریم، بتونیم از حقوق مردممون دفاع کنیم، بتونیم شرایطی رو ایجاد کنیم که برای خودمون فرصت ایجاد کنیم، این وقتی به وجود میاد که قدرت بازدارندگی داشته باشیم. قدرت بازدارندگی به این هست که مردم اقناع بشن، راضی باشن که دولتشون وقتی داره شجاع میره جلو پشت سرش باشن و سختی ها رو تحمل کنن، که البته واقعا ملت شریف ایران تا این چند دهه، سه دهه و 33-34 سال از جون مایه گذاشتن. ولی باید ما وقتی شعار رو میدیم طاقت مردم رو هم مراعات بکنیم. برای اینکه این قدرت بازدارندگی ایجاد بشه و ما پای میز مذاکره به قول آقای شریعت مداری دستمون رو بالا نبریم و با گردن برافراشته وایسیم و از حقوق ملت دفاع کنیم، باید پشتمون گرم باشه، باید اجماع وجود داشته باشه و باید آزادی‌های اجتماعی رو افزایش بدیم. احزاب آزاد باشن، روزنامه ها در بیان، فقط چند تا روزنامه محدود در نیاد، اونم بعضیش با اون قیافه عبوس و گرفته‌ای که میخواد یه تفسیری از انقلاب بده.
باید اجازه این زندانی های سیاسی هم آزاد کنید. خب من خودم هم کیهانی بودم آقای شجاعت نذیر. به هر حال به نظر من اینی که شرط بذارن، من حرف آقای شریعت نذیر، منم با آقای شریعت نذیر اینجا موافقم. زیر هیچ مذاکره ای، زیر هیچ گفتگویی که شرط بذارن و بعد ته مذاکره تعیین کنن، قطعا هیچ آدم عاقلی نمیره. ولی اینطوری نیست. زندگی دیپلماتیک و منافع کشورها حکم میکنه. ایران به همون دلیل که قدرت منطقه ای است و میتونه بازی امریکا رو به هم بزنه، امریکا میفهمه چرا باید سر مسئله هسته‌ای ایران باش مذاکره کنه. به خاطر اینکه مسئله هسته‌ای ایران، ایران رو بالقوه تبدیل به یک توازن قوا با اسرائیل میکنه و این به ضرر منافع امریکاست. امریکا توی اینجا میاد جلو، شما هم باید بیاید جلو. بر اساس یه منافع مشترکی تعریف میشه، مذاکرات تعریف میشه، گاهی اوقات امتیاز گرفته میشه. فقط من اتفاقی که میخواد بیفته اینه که میگم در هیچ موردی مثل توهین نمیخوام بکنم، واقعا اصطلاحایی که من چون بحثای سیاسی میکنم قصدم جسارت به هیچ کی نیست، تفکرات دایجان ناپلئونی نکنیم. اینی که بگیم کار انگلیس هاست اصلا هیچ کاری نمیشه کرد نکنیم. کشورهای شمال افریقا اینی که میگن این بوده، خیلی خوب در تونس و مصر و اینها بخش مهمش به خاطر تحقیر ملت هاشون بوده، ملت تحقیر شده اومده تو خیابون. مهم درسته دین اسلام یک راه حلی بوده براشون، الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، ولی به این مفهوم نیست که ما فکر کنیم اونجا یک انقلاب اسلامی صورت گرفته. بله انقلاب اسلامی هم در اونجا اثر گذاشته، ولی تحولات شمال کشورهای شمال افریقا بخش مهمیش به خاطر توهین، بی‌توجهی که دولت‌های اونها نسبت به حقوق مردمشون، نسبت به منافع مردمشون، احترامی که به مردم نمی‌گذاشتن به وجود اومده. تحقیر شدن. تحقیر بدترین چیزیه که مردم رو به خیابون می‌کشونه. و وقتی شما و اگر این تحقیر زمان شاه نبود، انقلاب ایران عقب می‌افتاد. آقای شریعت مداری، دولت شاه متکبر بود، می‌خواست فکر می‌کرد که میتونه از موضع بالا با مردم مسلمان برخورد کنه و امام خمینی از این فرصت استفاده بسیار عالی رو کرد و تونست این تجمیع رو ایجاد بکنه. به نظر من البته نمیخوام بگم که الان اطلاعات کافی دست من هست که بگیم مذاکره چیش خوبه چیش بده. من یک آدم گوشه خیابون افتادم، من اصلا کار سیاسی نمیکنم، نه حزب دارم نه روزنامه. من به لحاظ تحلیلی میگم اگر این شرایط شرایطی باشه که منافع کشور تأمین بشه، یک هیئت قدرتمند، یک هیئتی که به لحاظ کارشناسی توانمند باشه، با یک دستور کار مشخص و بتونه از منافع کشور دفاع کنه و شرایط زندگی مردم رو بهبود ببخشه، میتونه اثر باشه. اینی که حالا فکر کنیم مذاکره شروع شد، قیمت ها میاد پایین، فلان اتفاق میفته، منم موافقم که بخشی از اینا به خاطر سوء مدیریته. ما همونطور که با تورم پولی مواجه هستیم، با تورم نمیخوام این حرفو بزنم، با تورم تخلف مواجهیم، با تورم عبور از قانون مواجهیم، با تورم زیر پا گذاشتن همون موازینی که خودمون پذیرفتیم مواجهیم. شما اینجا صندوق ذخیره، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی رو گذاشتید، هیئت امنا براش تعیین کردید. هیئت امنا از سه قوه است. دولت شما اومده این هیئت امنا رو منحل کرده و این رو داده به یک کمیته اقتصادی دولت، صندوق دولت شده، ارزی که باید در پشتوانه استراتژیک کشور باشه. این کی میخواد جلوشو بگیره؟ آقای شریعت مداری، به نظر من شما مسئولیت نسبت به این دولت. اینو من شوخی نمی کنم، به خاطر که شما از همه هم شجاعانه تر ایستادید در سال 84 و سال 88 و از این دولت دفاع کردید. من اصلا قصدم این نیست که جسارت کنم به این دولت. رفت داخل نداره بس رفت داره رفت داره نه من یه دقیقه من مذهب میخوام ببین اگه اینجا باشه باید دوباره یه دقیقه من فقط یه دقیقه خب بختم آقای اصلا بگید من که خدا میخوام نه خب وقت دیگه نمیخوام اجازه بدید من یه دقیقه بگم خواهش میکنم یه دقیقه رو بگم ببینید پس یه دقیقه بهشون بخونیم من یه دقیقه میگم شما ده دقیقه ببینید آقای چیز موضوع بحث موضوع صحنه عوض نشه من ببینید عرض کنم این که ما بایستی با اقتدار وارد بشیم در حریف اثر بگذاریم این حرف درسته، کسی اینو نفی نکرده. فرق ما اینه با آقای اصغرزاده. آقای اصغرزاده میگن ما بایستی با اونا وارد مثلا فرض کنیم نوعی تبادل و تعامل بشیم نتیجه. من میگم ما فعالیت داشتیم، فقط فرقمون اینه که ما فعالیت رو در میدان دشمن بازی نکردیم. وگرنه اگر ما فعالیت و ما اگر حرکت نداشتیم که وضعیت امروزی پیش نمی اومد. و من بحثای دیگه هم هست، مثلا آقای اصغرزاده میگن لالا این انقلابا خیلی اصلا نه اینا انقلابهای اسلامیه، اینا حرکات تثبیت شده است، حرکت رو به نتیجه رسیده است. بحثایی هستش که من نمیدونم. شما من خواهش میکنم چون نکاتی مطرح کردن
اجازه بدین که من به اون بعضی از اون بخش‌ها هم بپردازم. مثلا فرض کنید میگن تحقیر آزادی، کجای دنیا، من از ایشون پرسوال میکنم، کجای دنیا کدوم انقلاب تا حالا در دنیا سراغ دارید که بعد از پیروزی حتی یک بار مقبولیت و مشروعیت خودش رو به نمایش مردم، به رأی مردم گذاشته باشه؟ خیلی من چرا این کار، چرا این آیا اصلا یه دقیقه شما تمام شد؟ ببینید من خیلی نمیخوام صحبت کنم، من میگم که یک تمدن، اگه ما داریم تمدن سازی میکنیم، باید قادر باشه سوالهای جدید به چالشها بده. اگر شما پاسخی که میخواید به چالشهای جدید بدید پاسخهای قدیمی باشه و تکراری باشه، در جا خواهید زد. آقای شریعت مداری، این نوع نگرش شما یعنی بنبست و این انقلاب مخملی است علیه تفکر انقلاب که بسیار خلاقانه. من تفکر انقلاب رو بسیار خلاقانه میدونم، هنوز دفاع میکنم از انقلابم و فکر میکنم این انقلاب توانایی این رو داره که اثرگذار باشه توی منطقه، توی دنیا، به شرطی که بتونیم خوب مدیریت کنیم. عقلانیت، خردگرایی بسیار مهمه برای تصمیم گیری ها. اینی که ما همه چیزها رو بدیم به یه گروه، یه تیم، اونها رو فرزند بچه خدا بدونیم و پسر پیغمبر بدونیم و فکر کنیم اونها مقدسن و بعد حالا که خرابکاری کردن عقب بشینیم و بگیم ما که نبودیم، ما که گفتیم، ما ببینید مسئولیت باید بپذیرید. همونجوری گفتم. خب فرضاً ببندیم. بسیار. ان شاء الله امیدوارم که خب خیلی سپاسگزارم. حالا شاید برید. شما میگید خردگرایی. خب بفرمایید مصداق خردگرایی چیه؟ مصداق خردگرایی تعبیر دادنه. آقایونی که میگن هر کسی که میگه من گرسنه ایم میگفت لشکر با میوه دستا، اگه مسخره نمیکرد این گرسنه گان رو، اگه نمیگفتید اگر کسی، مگه نماینده مجلس شما نمیومد پشت تریبون میگفت اگر، میگفتن آقا مردم اشتباه کرده، من که مدافعی نیستم، میگفت اگر مرگ موش هم تنمید من خودم از در سنجی اونم نتیشو ببینیم و خدا راضی بکنیم.